نیروهای مردمی دفاع از عطبات و مقدسات عراق هشت و شبی در ادامه عملیات آزادسازی مناطق غربی استان نینوا روز جمعه بعد از سلسله نبردهای سنگین وارد پایگاه نظامی سنجار شدند و آن را از چنگال سنیهای تندروی داعش خارج کردند. منابع نظامی اعلام کردند تیپ دوم نیروهای مردمی هشت و شبی روز جمعه در پی درگیری های شدید و سخت با عناصر گروه تروریستی داعش بر پایگاه نظامی سنجار تسلط یافتند در جریان آزادسازی این پایگاه مهم و راهبردی دهها تن از عناصر گروه تکفیری داعش کشته شدند و تعداد زیادی از خودروها ادوات و تجهیزات آنان به آتش کشیده شد نیروهای مهندسی 8 شبی به محض آزادسازی پایگاه سنجار کار پاکسازی آن را از بمبها و مینهای کاشته شده شروع کردند این نیروها پیشتر موفق شده بودند بر جاده راهبردی سنجار البعاج در منطقه مرزی غرب نینوا سیطره یابند و در جریان این عملیات چهار روسه منطقه را نیز آزاد کردند